معمولا کاربرهایی که توی بازی قیمتی کمتر از 6 میلیون قصد خرید یه گوشی دارن ترجیح میدن مدلی رو انتخاب کنن که بی درد سر باشه و از طرفی برای یه استفاده روزانه عالی باشه. حالا با همه این حرفا شما باشین، وای 70 رو انتخاب میکنین یا ریدمی نوت 11 رو؟ با ما همراه باشین تا بهتون بگیم که کدوم یکی ارزش خرید بیشتری داره. انتخاب بین طراحی این دو مدل کاملا سلیقه‌ایه، ولی خب یکم چینش دوربین نوت 11 دلنشین‌تر و ظریف‌تر طراحی شده. از نظر ابعاد نووا وای 70 بزرگتره و نزدیک به 20 گرم هم سنگین‌تره و یه جورای خوش دست بودن نوت 11 رو نداره. از نظر متریال ساخت هر دو مدل تقریبا توی یه سطح هستن، ولی خب باز هم نوت 11 بهتره، چون اول از همه از پنل پشتی مات استفاده کرده که اثر انگشت کمتری رو جذب می‌کنه. دوم من روی نمایشگرش پوشش گوریلا گلاس 3D داره تا از خط و خش‌های جزئی جلوگیری کنه، ولی توی نووا وای 70 خبری از محافظ نیست. هر دو مدل پشتیبانی از کارت حافظه خارجی رو هم داره. فقط توی وای 70 باید قید سیم کارت دوم رو بزنین. جک ورودی هدفون هم توی طراحی هر دو تا مدل دیده میشه. اگه از اون دسته کاربرانی هستین که توی نگهداری گوشی حساس نیستین، بهتره نوت 11 رو انتخاب کنین، چون در برابر نفوذ قطرات آب و گرد و خاک مقاومه. بخش اول نمایشگره که از همه نظر نوت 11 سرتره. پنل آمولد در مقابل IPS LCD و البته رزولوشن فول HD در مقایسه با HD. نه تنها نووا وای 70 بلکه خیلی از مدل‌های دیگه هم توی این رنج قیمتی که هستن نمیتونن توی بخش نمایشگر حریف نوت 11 بشن. صفحه نمایش ردمی نوت 11 در مقایسه با نووا وای 70 نزدیک به 400 نیت روشنایی بیشتری داره، که این یعنی توی هر شرایط نوری نوت 11 روشنایی بهتری داره. از طرفی نوت 11 به خاطر اینکه توی هر اینچ نزدیک به 409 تا پیکسل رو جای داده، به نسبت رقیبش خیلی وضوح تصویر بهتری هم داره. آخرین بخشی هم که راجع به نمایشگر نوت 11 باید بدونیم اینه که نرخ نوسازی 90 هرتزی داره و از پنل 60 هرتزی وای 70 خیلی سریع‌تر و روان‌تره. و اما سخت افزار، همون جایی که وای 70 هیچ جوره رقیب نوت 11 نمیشه. با اینکه هر دو مدل گوشی های اقتصادی به حساب میان و خیلی نمیشه روشون برای کارهای مثل گیم حساب کرد، ولی نوت 11 حتی توی گیم هم خوبه. طبق روال همیشه از هر دو مدل چند تا تست گیم گرفتیم و نتیجه این شد که نوت 11 یه سر و گردن بالاتره. جدای از این، توی خود رابطه کاربری گوشی هم نوت 11 کمترین لگ و مشکل رو توی اجرای انیمیشن ها داره. توی تست گیم هایی مثل کال اف دیوتی و آسفالت هم عملکرد بهتری داشت. اگه بخوام بین پردازنده های این دو مدل برنده رو انتخاب کنیم، قطعاً اسنپ درگون 680 نوت 11 حریفش رو که کایرین 710 هست رو با اختلاف پشت سر میذاره. جدای از اون، ردمی نوت 11 از سری حافظه های UFS 2.2 استفاده کرده که سرعتش به نسبت نووا وای 70 بهتره. آخرین بخش سخت افزار رو هم اختصاص دادیم به تست اسپیکر و سنسورها، که اول از همه اسپیکرها رو بخوایم بگیم، نوت 11 خیلی خیلی خوبه. یعنی اونقدر که حتی از میان رده های 7 یا 8 میلیونی هم بعضن صدای بهتری داره و از رقیبش که اسپیکر تکی معمولی داره خیلی خوبتره. سرعت عملکرد سنسور اثر انگشت هر دو مدل هم خوبه و نمیشه گفت که کدوم یکیش بهتره. توی تست آنتوتو نووا وای 70 امتیاز 195,000 رو به دست آورده و نوت 11 269,000 رو، که حتی با در نظر گرفتن نتیجه این تست هم میشه این حرف رو زد که نوت 11 برای عملکردهای سنگین و گیم از وای 70 بهتره. برای تست دوربین اول از همه بریم سراغ تست لنز 50 مگاپیکسلی نوت 11 در مقابل 48 مگاپیکسلی نووا وای 70. توی این تست با اینکه هر دو مدل عملکرد نزدیک به همدیگه رو داشتن، ولی میشه گفت خیلی جزئی خروجی عکسای وای 70 از بابت کنترل نویز و ثبت رنگ ها بهتره. لنز بعدی اولترا وایده، که خیلی خلاصه بخوایم بگیم رزولوشن بهتر نوت 11 و میدان دید بیشتر و وایدتر نووا وای 70 اصلی‌ترین موردهایی هست که میشه بهشون اشاره کنی. آخرین تست عکاسی هم عکاسی پورتره است، که اگه به نمونه عکس‌ها دقت کنین خیلی نمیشه فرق خاصی پیدا کرد و هر دو مدل تقریبا شبیه به همن.
فقط اینو بعد از یه مدت عکاسی با نووا وای 70 متوجه میشین که توی تشخیص و تفکیک سوژه از بک‌گراند یکم کنده و بعضی از اوقات هم اصلا نمیتونه این کار رو انجام بده. از نظر عملکرد دوربین سلفی هم هر دو مدل خیلی تفاوتی ندارن، فقط میشه گفت که یکم نووا وای 70 عکسای شارپتری رو ثبت میکنه. شاید توی کل این ویدیو تنها بخشی که حتی بدون تست کردن هم نتیجهش مشخص بود باتری باشه. هواوی 6000 میلی آمپری در مقایسه با نوت 11 مثل یک پاور بانک، در اصل میشه گفت که مزیت اصلی نووا وای 70 همین ظرفیت باتری زیادشه که حتی بیشتر از یک روز کامل رو هم میتونه شارژ دهی داشته باشه. هر دو مدل فاست شارژ های مناسبی رو هم دارن که به ترتیب نووا 22.5 واتی و نوت 33 واتیه. برای فول کردن باتری نوت 11 نزدیک به 1 ساعت و 3 دقیقه زمان نیاز داری که به نسبت حریف فش واقعا سریع‌تره. حالا کدوم رو بخریم؟ توی تک تک تست‌هایی که انجام دادیم میشه گفت که نوت 11 برتری داشته و از همه مهمتر پشتیبانی از سرویس‌های گوگل رو هم داره. یکی دیگه از مهمترین چیزایی که باید راجع به این دو مدل بدونید اینه که نوت 11 با رابط کاربری MIUI فوق‌العاده روان‌تر و بهتر از نووا هستش. اگه ظرفیت 128 گیگ و رم 4 هر دو مدل رو در نظر بگیریم، این اختلاف قیمت حدودی 500 هزار تومانی کاملا قابل توجیهه. نظر شما چیه؟ اگه بخواین یه گوشی حدوداً 5 میلیونی بخرین، کدوم رو انتخاب می‌کنین؟ همراهان عزیز، اگر از اینستاگرام و یوتیوب اومدین حتما ویدیو رو لایک کنید و ما رو هم دنبال کنید و برای اطلاع از جدیدترین اخبار تکنولوژی و موبایل به سایت 19 کالا مکس سر بزنید.